درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه. امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت و شاد باشید. امروز در رابطه با جنایات و مسائل اقتصادی که جمهوری اسلامی از 42 سال قبل شروع کرده روز به روز بدتر میشه، افشاگری جدیدی از طریق یک بازپرس طرفدار مردم و شریف که از کارش هم اخراج شده، افشاگری جدیدی درباره سران رژیم جمهوری اسلامی انجام داده که براتون میگم، برای اینکه پخش بشه و همه جنایات جمهوری اسلامی رو بیش از پیش بدانند. مافیای فاسد قوه قضاییه باز هم با دریافت 200 میلیارد تومان رشوه متهم ردیف اول پرونده کلاهبرداری بزرگ که شرکتی بود وارد کننده خودروهای لاکچری آلمانی مفتاح رهنورد که اون رو از محاکمه و مجازات نجات دادند. متهم میثم رضایی که از مافیای واردات اتومبیل‌های لوکس اروپایی است، صراحتاً مدعی ناعادلانه بازداشت شدن خود شد و بازپرس پرونده رو تهدید می‌کنه که اگر به قید فوریت با قرار وثیقه آزاد نشه، اسناد و مدارک مشارکت الیاس قالیباف فرزند رئیس مجلس که یار و غار علی خامنه ایست و همچنین سید ماجد علم الهدا فرزند نماینده ولی فقیه و امام جمعه در خراسان رو از طریق وکیلش که در آلمان سکونت داره در اختیار رسانه‌های جمعی فارسی در خارج از کشور قرار خواهد داد. پس از عدم موافقت بازپرس شعبه 12 دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، کاظم صفدری با آزادی وی ظرف 24 ساعت وی رو از مقام خود عزل و به دادسرای شهرره منتقل می نمایند و مافیای قوه قضاییه با مهندسی الیاس قالیباف وارد عمل شدند. نخست متهم رو در بیمارستان بستری و جسد یک متوفی، یعنی یک شخص مرده کرونایی رو که در سن و ظاهر شباهت‌هایی با متهم داشته است رو به ترتیبی کاملا سنجیده به جای میثم رضایی وارد سردخانه بیمارستان خمینی کرده و گواهی فوت سراسر از تقلب وی را با تایید پزشکی قانونی دریافت می نماید و میثم رضایی را به شکل اینکه در بیمارستان مرده است را به عنوان کسی که در زندان به طور مشکوک مرد و رسانه ها هم اعلام کردند که ایشان طور مشکوکی در زندان فوت کرده و این شخص یعنی میثم رضایی اکنون در مکانی نامعلوم منتظر صدور مدارک هویتی جدید خود است و خانواده متوفی کسی که جای اون مرده که از کرونا مرده بود رو با دریافت مبلغ 5 میلیارد تومان در مقابل تغییر هویت شخص مرده و درج نام میثم رضایی بر قبر او سکوت کردند. ممکنه این داستان براتون شبیه فیلم‌های هالیوودی جلوه کنه، اما باید بدونید وقتی در یک نظام فاسد سیاسی و اقتصادی به همراهی آقازاده‌های متصل به رأس حاکمیت یعنی خامنه‌ای مبلغ هنگفت 5000 میلیارد تومان از بیش از خریداران کلی و جزئی خودروهای بنز، BMW و پورشه کلاهبرداری نمایند، می توانند با خرج 200 میلیارد از 10000 میلیارد تومان از محاکمه و مجازات رهایی یابند و مثل روح الله زم بینوا که به جرم دفاع از حق و عدالت در این دستگاه مفسده قضایی ظرف چند هفته بالای چوبه دار نروند. لازم بیاداوری است که ماجد علم الهدا و یاسر قالیباف جز لیست محرمانه 10 نفره ابر بدهکاران بانکی هستند که تا به حال هیچ مرجعی قادر به وصول مطالبات سیستم بانکی کشور از این دو جرثومه فساد
نگشته است، چون پسران قالیباف رئیس مجلس و علم الهدا حاکم خراسان می باشند. این افشاگری به جهت این بود که مردم بدانند چه حقه هایی در رژیم جمهوری اسلامی زده میشه که حتی در فیلم های هالیوودی هم از این سوژه ها استفاده نمی کنند. البته ممکنه همین سوژه به زودی فیلم سینمایی ازش ساخته بشه. دوستان اگر دوست داشتید لایک کنید، شیر کنید و کامنت بذارید تا ویدیو بچرخه و تعداد بیشتری از این فساد آگاه بشند. با سپاس از شما. حالا خیلی از دوستانی که اینجا هستن متوجه نشدن که حضرت عالی چند فرزند دارید، چند نوه دارید و چند سال سنتون هست و انشالله تا که ادامه خواهد داشت. اولا که شروع نکردیم که بخوایم ادامه بدیم. اگر شما این تعداد فرزند کمی که ما داریم رو زیاد میدونید، ما برعکس میدونیم. اونهایی که یکی دوتا دارن رو ما کم میدونیم. ما ها متوسط بچه داریم، 12-13 تا عددی نیست که بخوایم بگیم زیاده، ولی خب حدود 39 سالمه و یه ماه پیش خدا توفیق داد فرزند 13ممون هم دنیا اومد. البته خانمم خیلی مشوق این موضوع است و اگر زن و شوهر با هم همراه نباشن یه دونه بچه هم نمیتونن بیارن، ولی اکیدن سفارش میکنم که فرزند بیشتر زندگی بهتر، البته با توکل بیشتر. شما اگر فرمول توکل رو به زندگی ها اضافه کنید، تعداد که میره بالا واقعا زندگی راحت تره. و حرف آخر، اینو قبول دارید شما که مشکل اصلی سر خانم هاست و همون توصیف که گفتید بالاخره به دلیل مشکلاتی که پیرامون مشکلات خانم هاست، مشکل اصلی آقایونه؟ بله، وقتی آقای یک خونه نسبت به یک موضوعی توجیه نیست، طبیعتاً هم خانمش توجیه نیست. بنده خدا خانم‌ها، مخصوصاً خانم‌های ایرانی، خیلی همراهن. ما معمولاً اول زندگی به زنمون میگیم 5 تا بچه می‌خوایم، میترسه. نه، بگو یه دونه بچه می‌خوایم. من خودم یه ورزن دنیا اومد، یک سال و نیمه شد، گفتیم همبازی می‌خواد. خب دنیا اومد، تا 12 که دنیا اومد یک سال نیمه شد، گفتیم همبازی می‌خواد. یعنی شما قرار نیست که یک دفعه بگید این تعداد رو. و لذا به نظر من مرد جامعه اگر مرد باشه، خانم قطعا همراهی میکنه. عرضم اینه که همه اونایی که میترسونن مرد باید توجیه کنه و مردای ما متاسفانه زبان توجیه خانم رو ندارن. اینا باید تو کارگاه ها گفته بشه. انشاءالله این 30-40 نفری که اینجا هستن اضافه کنن، 30-40 نفر جمعی اضافه هم نکردن، اعتراف کنن که کلا سرشون رفته. خود توبه اولین قدمه. صلوات بفرستید. با یه خانم ما گفتم همینجا میگم ما عرضه دوتا را نداریم.